درود گلای تو خونه، شراب خوره نمونه. ارسلان هستم، کانال شانیو، که این بار در خدمت شما با طرز تهیه شراب هویج. خیلی ارزون، برای چشم خوبه، یعنی خارج از این که مست میکنی باش، مست که نه، شنگول میشی باش، چشات هم خوب میبینه، میتونی دخیا رو قشنگ ببینی، یا اگه دخی هستی میتونی پسیا رو به راحتی ببینی بعد از خوردن این شراب خوشمزه و خوشرنگ هویج و مقرون به صرفه. به چه چیزایی نیاز داریم؟ سریع برم سراغ اصل مطلب و چیزایی که میخوام یکی یکی خدمتون عرض کنم. بعضی ازشون واجبه، 100% مثلا هویج واجبه دیگه، این هویج رو اگه نداشته باشی میخوای با چی شراب درست کنی؟ ولی بعضی چیزای دیگه واجب نیست، به طور مثال کشمش واجب نیست، سیب واجب نیست و همچنین شکر. ولی یکی به یکی اینا رو بهتون میگم، خوب گوش کنید، هر کدومو که صلاح دیدید استفاده کنید، هر کدومو هم نخواستید مثل من که شکر رو هرگز نمیخوام حذف کنید. اوکی؟ بزن بریم که رفتیم. هویج میخوام به هر اندازه‌ای که لازم داری، بستگی به میزان و مقدار شرابت داره، به همون اندازه هویج تو انتخاب کن. هویج رو هم یه هویج انتخاب کن میان سال باشه، نه از اون کلوفتا باشه، نه از این خیلی ریزا باشه، به این صورت معمولی باشه، یعنی در همین حد کافی و عالیه دیگه. خودتون تو انتخاب هویج دقت کنید و از اون خیلی بزرگان نباشه، حالا این خوبه، از این خیلی بزرگتر نباشه، چون اونا سفتن و حالت پیرمانند هستن که هم آب زیادی ندارن، هم این که طعم خوبی ندارن، ولی در کل از اونها هم میشه شراب گرفت. ولی خب وقتی میتونی از اینا استفاده کنی، خب بهتره از این هویج ها بگیری. سیب داریم، میزان و مقدار سیب با توجه به هویج تو میتونی انتخاب کنی. شما به ازای بلفرز، اگه حالا من میزان و مقدار رو 4 لیتر 5 لیتر براتون در نظر بگیرم، 4 لیتر 5 لیتر آب هویج که بگیرید، میتونید 3 تا الی 4 تا از این سیبا بهش بزنید. البته سیب من درشته، اگه سیبای شما ریستر بود، شما تا 5 تا هم میتونید بهش بزنید. بهتر اینجوری بهتون بگم، تقریبا 1/10 حتی تا 1/5 شراب هویجتون میتونید سیبو بهش بزنید. میزان و مقدار سیب مشکلی نداره، میتونید سیبو هم نزنید، فقط هویج خالی رو بزنید، ولی خب طعم سیب و هویج عالی میشه. مخمر لازم دارید، این مخمر رو میتونید از عطاریا تهیه کنید، مخمر نانه، و همچنین اگه مخمر مخصوص شراب دارید که تو ایران معمولا نیست و پیدا نمیشه، که من اومدم یه فکر برای شماها عزیزای دل کردم که داخل ایرانید، یه مخمر طبیعی خودم درست کردم که این مخمر طبیعی بیسش انگور و کشمشه، که تو فاز زمستون اگه انگور نباشه با کشمش خالی هم میتونی اونو درست کنی. اون لینکش هم بالای همین تصویر براتون میذارم ببین. آخر همین کلیپ هم هست، زمان این کلیپ به پایان برسه لینکش هم اونجا هست، میتونی کلیک کنی بزنی روش بری توش ببینیش، خیلی راحت و آسونه، خیلی هم عالیه. و اما فرق این دوتا با هم چیه؟ چرا مثلا مخمر نان نه مخمر طبیعی؟ آره، چون این شراب تو تلخ میکنه، بدمزه میکنه، ولی این فوق‌العاده است، عالیه، تربوه تربوه. شکر لازم دارید، هرچند من شکر بهش نمیزنم، ولی شما اگه نیاز داشته باشید به این آب هویجی رو که دارید، به این شراب هویجی رو که دارید، میتونید شکر بزنید. میزان و مقدارش رو با توجه به این هیدرومتر و شیرین سنج جلوتر عرض میکنم خدمتون، تست میکنم بهتون میگم که به ازای هر لیتر هویج، آب هویجی که دارید، چقدر شکر بزنید. ولی باز من به جای این شکر اومدم از کشمش استفاده کردم. شما میتونید این شکر رو نزنید و به جاش کشمش بزنید. اگه شما کشمش بزنید، حتی نیاز به این مخمر ندارید، یعنی دو تا کار رو براتون انجام میده، دو تا گزینه رو براتون حذف میکنه، شکر و مخمر نان رو براتون حذف میکنه. این خودش مخمر داره، به شرط اینکه کشمش ها رو نشوری
و یه کشمش تر و تمیز پیدا کنی بدون هسته باشه ترجیحاً، و همچنین بدون چوب و دم و از این داستانا باشه. میزان و مقدارش هم مثل سیب 1/10 تا 1/5 میتونی بزنی و با چاقو مثل سبزی خرد کردن چجوریه، اینو کامل خرد 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 کنید، چند تیکه کنید، ریز ریزش کنید، بعد به شرابتون بزنید. حالا جلوتر خواهید دید که چجوریه. یه ظرف لازم دارید، ظرفتون با توجه به حجم آب هویچی رو که میگیرید انتخاب کنید. اگه شیشه‌ای باشه چه بهتر، اگه شیشه ای نتونستید نداشتید از همین ظرفای پلاستیکی استفاده کنید و هیچ خیالی نیست. همچنین قفل هوا لازم دارید. این قفل هوا رو هم باز یک کلیپ درست کردم که به راحتی نقل و نواد میتونید داخل خونه قفل هوا تو درست کنید. اصلا نگران نباش، لینکش رو هم بالای همین تصویر و آخر همین کلیپ میذارم که این قفل هوا رو درست کنید. پس هیچ جای نگرانی نیست. خب من اولین کاری که الان انجام میدم، میخوام آب این هویچا رو بگیرم. بعد از این که آب هویچا رو گرفتم، آب سیبو میگیرم. در آخر آب سیبو میگیرم. چرا این کارو میکنم؟ چون که اگه آب سیبو اول بگیرم، سیب سریع تغییر رنگ میده، حالا چه خودش آبش با تماس در هوا، و سیاه میشه، رنگ شرابمو خراب میکنه. پس اینو آخر از همه میگیرم و میزم داخل بطری که دارم. هویچا رو هم به این صورت اگه بتونید این تهش رو بگیرید که بهتره. اگر کالیبرتون اجازه نداد نگرفتید مهم نیست، حقیقتا من کالیبرم اجازه نداد و خیلی مهم نیست، درصد خیلی 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 جزئی روی آب هویچا تاثیر داره. حالا یه نکته اینجا عرض کنم خدمتون، شما حتی میتونید آب هویچا رو مستقیم از این آب میوه فروشی ها بخرید و اونجوری شرابشو درست کنید اگه دستگاه آب میوه گیری داخل خونه ندارید. من برم یکی یکی اینا رو انجام بدم و بریزم داخل دبه. بعد از اینکه کل آب سیب و هویج رو گرفتم ریختم داخل ظرفم، باید به این توجه کنید که ظرف رو خیلی پر نکنید و یه فضایی رو بذارید برای عمل تخمیر. اگه اینو خیلی پر کنید بعد میزنه بیرون و خرابکاری میشه، کثیف‌کاری میشه، هم شرابتون خراب میشه، هم خونه زندگیتون نابود میشه. چرا؟ چون که عمل تخمیر صورت میگیره و این میاد بالاتر. باید یه فضایی بذارید برای اینکه زمانی اومد بالا به این شکل در اومد جایی داشته باشه واسه اینکه پف میکنه، اون فضای لازم رو داشته باشه. نگاه کنید این الان تا اینجا بوده و اینقدر پف کرده اومده بالاتر. بعد از این کار میام کشمشایی رو که داریم باید خرد کنیم، ریز کنیم، تیکه تیکه کنیم. این کارو به وسیله چاقو و هر کشمشی رو تقریبا 5-6 تیکه 7-8 تیکه هر چقدر تونستی به این صورت میتونی اونا رو ریز کنی و بریزید داخل ظرفه. این کار برای چیه؟ چون که کشمشا باد میکنه این داخل و نیاز به چنگ زدن داره، ولی اگه اینجوری ریزشون کنین دیگه نیاز به چنگ زدن نداره و همچنین این تیکه های کشمش پخش میشن داخل کل شراب هویچت و عمل تخمیرت به درستی و خوبی انجام میشه. خب اینا رو من همه ریز میکنم، ریزم داخل این. حالا نوبت اضافه کردن مخمره. اگه از این مخمرهای نان خواستید بزنید، به ازای 5 لیتر آب هویج که دارید یه قاشق مرباخوری کفایت میکنه. اگه مخمر طبیعی زدید دو برابرش کفایت میکنه، یعنی 2 قاشق مرباخوری کافیه. هرچند این کشمشی رو که من زدم حکم مخمر رو برام داره و نیازی به این نیست، ولی میزنم که قشنگ تخمیرم به درستی انجام بشه. و اما الان برسیم به اضافه کردن شکر. همونجور که عرض کردم خدمتون، من به این دیگه شکر نمیزنم ولی درصد الکلم پایینه. نگاه کنید اینو من به وسیله این هیدرومتر درصد شیرینی اینو میسنجم، تقریبا حدود 15% شیرینه و تقریبا 5% به من الکل میده. حالا این کشمشی رو که بهش زدم اضافه کردم، تقریبا 1% دیگه میزان الکلمو
میبره بالاتر، یعنی تا 6% هم میرسونه. اما اگه شما خواستید شکر بزنید، الان بهتون میگم که چقدر بزنید. این ظرف من حدود 100 میلی لیتره. من میام به این 100 میلی لیتر یه قاشق غذاخوری از این شکر میزنم، اضافه میکنم و بعد از اون دوباره اینو آب سنجی میکنم، درصد شیرینیش ببینم چند درصد شده. کامل هم باید بزنی اینو که کل شیرینیه به خورد آب هویج بره، که درصد دقیق رو بهت بگم. با اضافه کردن یه قاشق غذاخوری شکر به این 100 میلی لیتری که داشتیم، حدوداً درصد 13 الکل رو داره بهمون نشون میده، یعنی زمانی که این شرابمون برسه 13% الکل داره. شما به ازای هر لیتر پس میتونید 10 قاشق غذاخوری بزنید اگه الکل 13% میخواید. اگه باز کمتر از اون خواستید میتونید که نصف قاشق غذاخوری بزنید، تقریباً چیزی در حدود الکل 10% رو بهتون میده، 9-10% رو بهتون میده. اگه بیشتر هم بزنید تا 15% بیشتر بهتون الکل نمیده، بیشتر از اون دیگه شرابتون شیرین میشه. پس بیشتر نزنید، همون به ازای 1 لیتر رو که دارید 10 قاشق غذاخوری شکر کافیه. من خودم شخصا با همون 6% الکلی رو که داره حال میکنم و بهش دیگه شکر نمیزنم، ولی شما اگه خواستید میتونید بزنید. الان نوبت زدن قفل هوا. قفل هوا هم خیلی پر نکنید و به این صورت دوتا از این شیشتایی رو که دارم پر کردم من، اینو هم همیشه میگم، و به این صورت میذاریم اینو بر میداریم، میذاریم دمای بین 25 الی 30 درجه و هر دو سه روز یه بار اینو به این صورت میاریم شکی شکی میکنیم، به همین صورت شکی شکی میکنیم و دوباره برمیگردونیم همون جایی که بوده. اگه تاریک باشه بهتره، اگه هم نباشه باز خیلی مهم نیست. تقریبا حدود 3 الی 4 هفته این شرابمون میرسه. تو روزهای اول این بالاش کف میکنه و به همین صورت قفل هوات کار میکنه، جوش و خروش داخل شرابت هست و کم کم بعد از 2-3 هفته این کفه، این لردایی که اگه داره میره پایین به کف میرسه، قفل هوا از کار میفته. اون لحظه میتونید که این شرابتون رو سیفون کنید و بریزید داخل بطری. برای سیفون کردنش هم از همین شلنگا میتونید استفاده بکنید، حدود 40 خورده‌ای هم پولش بیشتر نیست. دیجی کالا هم داره، لینکش رو براتون میذارم. به همین صورت از بالا شروع میکنید سیفون کردن و داخل بطری میریزید. اگه این شلنگ رو نداشتید، با شلنگ معمولی هم میتونید مثل همون بنزین کشیدن از رو کم کم شروع کنید به سیفون کردن. بعد از اینکه بطری کردی، تقریبا 2 هفته بعدش میتونی شراب و نوش جان کنی، ولی اگه بیشتر بمونه، تا 4 هفته هم بمونه، طعمش بهتر میشه. زمانی که بطری هم کردی میتونی مقداری بهش نبات خیلی کم یا یه قاشق مرباخوری عسل داخل اون بطری بریزی، یه ذره بگینگی شرابت گازدار و خوشتمتر میشه. رمز این کیپو هم میذارم هویج و ازتون میخوام که این کیپو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید تا اونم استفاده کنن. شما رو به مولام آقام زکریان میسپارم و ازش میخوام همیشه یار و نگهدارتون باشه و هیچ وقت غم نبینید. کوچیک شما هستن.